شوهر سومن محتاط به مواد مخدر و رابطه جنسی است. او شراب می نوشد، مواد مصرف می کند و حتی از سومن می خواهد که با او همراه شود. حتی چند روز بعد از تولد اولین فرزندش از سومن درخواست رابطه جنسی می کند که سومن اجازه نمی دهد و شوهرش به زور از راه عقب تجاوز می کند. سومن از جوانیش می گوید، زمانی که اولین خواستگارش به خانه ایشان می آید، برق خوشحالی در چشمان خانوادهش جاری می شود. آنها فکر می کردن که خواستگار سومن پرنده سعادتی است که آمده و بر شانه خانوادهش نشسته تا خوشبختشان کنند. ادامه داستان سومن را با بوداپرس همراه باشید. شش سال از زندگی مشترکش می گذرد و امروز با حسرت و اندوهی بیش از حد آمده است تا به تمام اتفاقاتی که در این شش سال در خانه شوهرش بر او افتاده بود نقطه پایان بگذارد. اتفاقاتی که حسرت داشتن زندگی خوب را بر دلش گذاشت و او این همه سال خودش را به نوعی محکوم به سکوت می دید. این زن که سومن نام دارد یکی دیگر از قربانیان خشونت علیه زنان است. سومن نام مستعار داستان زندگیش را چنین روایت می کند. 15 ساله شدم. همان بود که برایم خواستگار آمد. اولین خواستگاری که داشتم، آمدنش برای خانواده‌ام اتفاق بزرگی بود. من برق خوشحالی را در چشمان مادر و پدرم می دیدم. آنها خواستگارم را پرنده سعادتی می دیدند که آمده و بر شانه خانواده‌ام نشسته تا خوشبختشان کند. در آن سین خواستگار داشتن برای خانواده‌ام به افتخار بزرگ تبدیل شد. آنها به خود می بالیدن که در چنین سن دخترشان خواستگار دارد، در حالی که دیگر دختران فامیلمان با اینکه سنشان به بالای 20 تا 25 رسیده بود هیچ خواستگاری نداشتند و هنوز در خانه پدرشان زندگی می کردن. پدر و مادرم هم فکر بودند دختری که در این سن خواستگار نداشته باشند و به خانه بخت نرود دیگر بختش کور می شود و تا آخر عمر خانه نشین خواهند ماند. خانواده سومن از این خواستگار شور و شعفی عجیبی داشتند. هیجانی که حتی سبب شد این اجازه را به آنها ندهد که قبل از پاسخ مثبت به خواستگار سومن بروند و درباره این مرد تحقیق کنند که او کیست، چه کار است، زندگیش در چه وضعیتی قرار دارد و چطور سراغ سومن و خانوادهش را گرفته. تحقیقاتی که دیگر در شرایط کنونی همه جا مرسوم است و خانواده دختر قبل از جواب منفی یا مثبت به درخواست خواستگار می روند این تحقیقات را انجام می دهند تا مبادا آینده دخترشان را تباه کنند. اما خانواده سومن این تحقیقات را که انجام ندادند که هیچ، حتی حاضر نشدند که یک بار با سومن بنشینند و نظر او را هم درباره این ازدواج بپرسند. برای خانواده نظر سومن هیچ اهمیتی نداشت و بعد از چند مرتبه آمدن و رفتن خواستگار موفق می شود که رضایت خانواده سومن را بگیرد و خیلی زود مراسم عروسی سومن برگزار می شود و او به خانه بخت یا همان خانه شوهر می رود. خانه‌ای که سومن نامش را خانه بدبختی ها گذاشته و می گوید از همان شب اول رنگ زندگی مشترکمان رنگ تباهی و دود را به خود گرفت. شوهرم به محض تنها شدنمان رفتارهای غیر عادی و خشونت آمیزش را نشان داد و من متعجب از آن رفتارها تنها مجبور به نظاره بودم. شوهرم بدون هیچ مقدمه‌ای درخواست رابطه جنسی خشونت آمیز را کرد و من در سن نبودم که آگاهی لازم را در مورد رابطه زناشویی داشته باشم. این حق را یکی از حقوق شوهرم دانستم و هر چی و هر کاری که از من خواست انجام دادم. شوهر سومن با هر بار رابطه جنسی که همراه زنش برقرار می کرد به رفتارهای خشونت آمیز شدت می داد و این رفتارها و رابطه ها توأم بود با تحمل درد و نارضایتی بیش از حد برای سومن. دختر 15 ساله‌ای که بیش از این هیچ آگاهی در مورد رابطه جنسی و زناشویی ندارد. طعم تلخ خشونت ها و بیرحمی های شوهر بیشتر می شود. اما سومن برای حفظ آبرو و به گمان این که حتما روزی شوهرش دست از این نوع خشونتها و رفتارهایش برمی دارد و با او مثل یک همسر مهربان رفتار خواهد کرد سکوت اختیار می کند. سکوتی که نمی تواند راه حل برای پایان این خشونتها باشد. سومن در همان سال اول باردار می شود. اما این بارداری هم نمی تواند شوهرش را متقاعد کند تا از رفتارهایش دست بکشد.
شوهرش در این مدت پرخاشگر شده و شیوه تازه‌ای را هم برای اذیت کردن سومن انتخاب کرده است. او دیگر بی‌رحمانه‌تر از گذشته به سومن حمله می‌کند و زنش را با کمربند و مشت و لگد مورد خشونت فیزیکی قرار می‌دهد. سومن تنها کاری که می‌تواند این است که برای زنده نگه داشتن جنینی که در شکمش دارد، درد را تحمل کند. دوستان ارجمند، داستان‌های بوداپرست همه واقعیت دارد و بنا بر جواز حقوقی از مراجع کشفی توسط روزنامه صبح کابل گرفته شده است. برای حمایت از ما و برای دانستن حقایق، کانال بوداپرست را سابسکرایب کنید، زنگوله را فعال سازید تا ویدیوهای بعدی ما را از دست ندهید. سومن اولین فرزندش را به دنیا می آورد. چند روز از زایمانش نگذشته است که شوهر سراغش آمده و از سومن درخواست رابطه جنسی می کند. سومن این درخواست را بر اساس آموزه های دینی حرام می داند و دست رد بر سینه شوهرش می گذارد. شوهر برافروخته تر می شود. خشمگین از سومن به طرف دروازه اتاق می رود و آن را می بندد و در نهایت بیرحمی از سومن سوء استفاده جنسی می کند و این بار مرتکب مقاربت معقدی با سومن می شود. عملی که برای سومن دردآور است. دردهایی که هنوز از آن شب تا حالا او را با خود یدک کشیده و پیش آمده است. بعد از آن شب شوهر سومن خود را خود مختار حس می کند. در این مدت زمان سومن متوجه می شود که شوهرش به مواد مخدر احتیاط دارد و معتاد است. شوهرش حتی دیگر جسورانه هر شب به صورت علنی در خانه شراب می نوشد. سومن دیگر می فهمد. آن تصور واهی را که در روزه های اول زندگی داشت باید فراموش کند. شوهر او هیچ وقت اصلاح نخواهد شد. او به احتراز هایش پایان می دهد. ترس از این دارد که احترازاتش سبب خشمگین شدنی بیشتر شوهرش شده و در چنین صورت ممکن خواهد بود جنین را که در شکم دارد را از دست بدهد. سومن ترسی از دست دادن فرزند دومش را دارد که برای بار دوم حامله شده است. سومن نمی خواهد کودکی به دنیا بیاورد که مثل او هر روز شاهد بدی ها و خشونت های این دنیا باشد. اما خیلی زود پشیمان می شود. با خود می گوید شاید این کودک با بزرگ شدنش انسان شود که بر تمام این بی‌عدالتی ها و خشونت ها نقطه پایان بگذارد. فرزند دوم سومن که دختر است هم به دنیا می آید. این نوزاد دختر با آمدنش در زندگی سومن خشم پدر را بیشتر می کند. تلخی ها و درد ها بار سنگین‌تر بر خود در زندگی سومن می گیرند. شوهر سومن تولد نوزاد دختر را بهانه قرار داده و به خواست های نامشروعش می افزاید. این مرد از سومن می خواهد که مواد مخدر مصرف کند و همراه شوهرش شراب بنوشد. خواسته هایی که سومن می داند قبول کردنشان به معنای شروع بدبختی های جانسوزتر و خانه خرابتر خواهد بود. سومن با رد این خواسته ها هر روز در جلوی چشمان فرزندانش درد می کشد و حرف نمی زند. شوهر سومن چند بار زنش را با وصل کردن سیم های برق بر بدنش شوک برقی می دهد. او این عمل وقیحانه را آنقدر تکرار می کند تا اینکه سومن از حال می رود و به هوش بر زمین می افتد. شوهر با دیدن سومن در این شرایط دست از شکنجه برداشته و از ترس این که برای سومن اتفاقی افتاده خانه را رها کرده و فرار می کند. سومن با دو فرزند، یکی در آغوش و دیگری دستش در دست او، آمده تا خود و زندگی فرزندانش را نجات دهد. این زنی جوان اما رنجور و درد کشیده میگوید درست به یادم نمانده که چی زمان و چگونه به هوش آمدم، اما دیگر خسته شدم و کاسه صبرم لبریز شده. حتی برای یک بار هم که شدن نمیتوانم آن دردها را تحمل کنم. با آن خانه بر نمیگردم و اینجا هستم تا از حق خودم و فرزندانم دفاع کنم. آمدم تا درخواست طلاق بدهم و حضانت فرزندانم را هم بر دوش خواهم گرفت. سپاس از این که تا آخر داستان با ما همراه بودین. تا یک ویدیوی دیگر، خدا یار و نگهدارتان.